اصلي عليك وكل الوجود. دی مورد باید متوجه شویم که کدام مصیبت ها و آلام و تکالیفی که برای مؤمنا میرسه، بدبختی هایی که دوچار امت اسلامی میشه از کدام ناحیه است. ما بر علاوه از یکی از جمله ارکان ایمان ماست که به تقدیر عقیده داریم، قبل از اینکه احالات بیایه الله متعال قبلا دانسته کدام وسائلی که برای بندگان خود الله متعال داده برای او وسائل اثر مرتب میکنه، اثر داده، اسباب را الله در دنیا پیدا کرده که او اسباب مسببش دنبالش آمده رویست. البته اسباب خود مؤثر به ذات خود نمی باشه، اثر الله در او گذاشته، آفتاب روشنی میده، اما الله متعالی روشنی را گذاشته، حرارت داره، الله حرارت گذاشته، آتش می سوزانه، سوختاندن الله متعال در او گذاشته. اگر الله متعال بخواهد اسباب از تاثیر خود میمانه، نمیکنه تاثیر بکنه اگر الله بخواهد. آتش ابراهیم علیه السلام سوختانده نمیتونه، چرا؟ الله اثر سوختاندن از او آتش گرفت. بوتل زهر که خالد ابن ولید رضی الله عنه بسم الله گفته در سر خود چپا میکنه، اثر کشتن از زهر الله متعال گرفت. به این خاطر تا بدانه هر کس که در دنیا هیچ امر بدون تاثیر الله متعال و بدون تقدیر الله متعال به وقوع نمی پیونده، همه ارتباط به اراده الله و به تقدیر الله متعال داره. از جمله موضوع عقیده ماست که ما باید این را بدانیم. اما الله متعال حالات زندگی بندگان خود مرتبط به اسباب ساخته، هر اسبابی را که ما استعمال میکنیم مسبب سرش مرتب میشه. برای کامیابی و عزتمندی مسلمان هم الله متعال اسباب ساخته و اسباب مقدر کرده. اگر ما او اسباب در کار پرتیم، گاهی هم به این حالات ناگوار و حالات ناشایسته مواجه نمیشیم. اما زمانی که اسبابی را که الله متعال برای عزتمندی ما مقرر کرده او را ترک بکنیم، پشت طرف از او دور بدیم، باز دیگه این حالات ناگوار خامخوا روبرو میشویم. از امو خاطر است که الله در کتاب خود برای از اینکه بندگان خود تنبیه و آگاه ساخته باشه، از بعضی آن چیزی که ناخوشایند است در زندگی انسان می آید باید بدانه که از کدام ناحیه آمده. آیت را خواندم.